تازه های خبر از آریانا امشب با اورانوس مصمم. افزایش تلفات غیر نظامیان در سال 2013 میلادی در افغانستان. کسانی که در این کشتارها دست دارند با عنوان مجرم جنگی محاکمه می شوند. پیش بینی نماینده ی ویژه سازمان ملل متحد در مورد شفاف برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. برای شفافیت نهادهای انتخاباتی حکومت و نامزدان همه باید بکوشند و بنبست در روند گفتگوهای صلح حکومت پاکستان با طالبان. قانون اساسی پیش شرط حکومت و شریعت اسلامی پیش شرط طالبان. با عرض سلام و وقت بخیر، امروز شنبه 19 ماه دل به سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 8 ماه فوریه سال 2014 میلادی. مشروع خبرها. سازمان ملل متحد در گزارش تازه از افزایش 14% تلفات غیر نظامیان در سال 2013 در افغانستان هشدار می‌دهد. بر اساس یافته‌های یونما در این سال 2959 فرد ملکی کشته شده و بیش از 5000 تن دیگر زخم برداشتند. بر بنیاد این گزارش عامل 74% این تلفات مخالفان مسلح دولت و 11% دیگر آن نظامیان افغان و بین المللی شناخته شده است. یونما همچنان استفاده طالبان از مواد انفجاری و افزایش نبرد زمینی میان طرف‌های درگیر جنگ را عامل اساسی افزایش تلفات افراد ملکی کی خوانده، تاکید دارد کسانی که در کشتار افغان‌ها دست دارند مجرمان جنگی بوده و به دادگاه کشانده خواهند شد. بر اساس یافته‌های یونما از سال 2009 میلادی تا کنون نبرد خونین افغانستان جان 14064 غیر نظامی افغان را که بیشتر آنان زنان و کودکانند و قربانی گرفته است. سازمان ملل در گزارش تازه‌اش می‌نگارد که هنوز هم میان گفتار و عمل جنگجویان طالب برای محافظت از غیر نظامیان شگاف‌های بزرگی وجود دارد. بررسی‌ها این سازمان نشان می‌دهد که تلفات غیر نظامیان در سال 2013 میلادی 14% افزایش یافته است. یافته‌های یونما می‌رساند که در این مدت 2959 فرد ملکی کشته و 5656 تن دیگر زخم برداشتند که از این جمله 762 زن و 1756 کودک در میان کشته و زخمی شدگان سال 2013 قرار دارند. یونما 74% این تلفات را به گروه‌های شورشی، 11% را به نیروهای طرفدار حکومت نسبت داده و 10% را ناشی از افزایش جنگ‌های زمینی و 5% دیگر این تلفات را به انفجار ماین‌های بجا مانده از نبردهای پیشین افغانستان نسبت می‌دهد. Civilians are being killed. Increasingly, women and children. متاسفانه غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان همواره نشانه اساسی جنگ بودند. اما آن عده کسانی که دست به کشتار افراد ملکی میزنند مجرمان جنگی تلقی شده و روز به دادگاه کشونیده خواهند شد. در بخش از این گزارش آمده است از سال 2009 الی اکنون بیشتر زنان و کودکان قربانی فعالیت‌های هراس افغانانه بودند. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان تاکید دارد طالبان هنوز هم به گونه هدفمند غیر نظامیان را به قتل می‌رسانند. یونما بار دیگر از گروه‌های درگیر در نبرد کنونی افغانستان می‌خواهد هنگام تبادل آتش به جان غیر نظامیان توجه جدی داشته باشند. زنان و کودکان بیشتر نشانه طرف‌های درگیر در سال 2013 بوده اند که کشتار این دو قشر بین 30% افزایش را نشان می‌دهد. ما از تمام گروه‌ها می‌خواهیم هنگام نبرد به جان غیر نظامیان توجه بیش از حد داشته باشند. سازمان ملل می‌گوید بر علاوه غیر نظامیان، کارمندان دولت افغانستان، رهبران مذهبی و افرادی که برای برقراری صلح نیز تلاش کردند، نشانه طالبان در این سال بودند. رئیس جمهور کرزای با رئیس جمهوری چین در روسیه دیدار کرد. در این دیدار دو طرف روی تقویت بیشتر روابط میان دو کشور توافق کردند. رئیس جمهور چین میگوید کشورش مایل به ارائه کمک‌های مستمر برای بازسازی صلح‌آمیز در افغانستان، به ویژه در زمینه آموزش و تشویق شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری است. از سوی هم رئیس جمهور کرزای به همتای چینی‌اش گفته مطمئن است که رئیس جمهور و حکومت جدید افغانستان که در چند ماه بعد انتخاب می‌شوند با
روابط دوستانه و همکاری با چین ارزش قائل می شوند. نورلایه شایان گزارش می دهد. رهبران چین و افغانستان که در مراسم افتتاحیه 22مین بازی های زمستانی المپیک در شهر سوچی روسیه اشتراک کرده بودند، روی توسعه روابط دو جانبه توافق کردند. رئیس جمهور چین میگوید چین آماده تقویت همکاری با افغانستان در مبارزه با سی نیروی مضر، تجزیه طلبی، افرادگرایی و تروریسم و همچنان جرم و جنایت های فراملی هست. وی تاکید کرد چین به گونه خلل نپذیره از تلاش های افغانستان در حفظ استقلال ملی، حاکمیت تمامیت ارضی و بازگشت یک روند آشتی ملی بر رهبری افغان ها پشتیبانی خواهد کرد. رئیس جمهوری چین می افزاید سرنوشت افغانستان بیشتر به سرنوشت منطقه پس از سال 2014 وابسته است و چین از پیوستن افغانستان به همکاری های اقتصادی منطقه ای حمایت می کند. از سوی هم رئیس جمهور کرزی گفته است که حکومت آینده روابط افغانستان با چین را توسعه می دهد. حامد کرزی گفت که دولت افغانستان متحد به پیشبرد آشتی ملی و بازسازی و تحقق صلح و ثبات در این کشور است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که در حاشیه بازی های المپیک سوچی با رئیس جمهور کرزی ملاقات خواهد کرد. اما پرسش اینجاست که روسیه به چه دلیل به افغانستان ابراز علاقمندی می کند؟ روسیه از برآمدن نیروهای ناتو از افغانستان نگرانی به خاطر دارد که هرگاه ناتو از اینجا بره، یعنی نشه ای که افغانستان باز هم یک بار مرکز دهشت افغانی و یکپا نشه. روسیه هیچ وقت نمیخواهد که در منطقه تروریسم بین المللی به حد گسترش پیدا بکند تا آسیبش به روسیه هم سرایت بکند. هنوز جزئیات در مورد محور گفتگوهای رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور کرزی منتشر نشده است، اما پیش از این روسیه از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و کشیده شدن دامن جنگ به کشورهای آسیای مرکزی و مرزهای این کشور ابراز نگرانی کرده بود. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار می‌دهد انتخابات آینده ریاست جمهوری به گونه شفاف برگزار نخواهد شد. یانکوبش بر ادامه همکاری‌های یونما برای برگزاری انتخابات به دور از تقلب تاکید کرده، از حکومت، نهادهای انتخاباتی و نامزدان ریاست جمهوری می‌خواهد برای شفافیت این روند تلاش جدی نمایند و همچنان هدف قرار دادن کارمندان ستادهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری را نگران کننده می‌داند. هفت روز از پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری برای جانشینی رئیس جمهور کرزی می گذرد. اما ظاهراً افزایش فعالیت‌های حراس‌افگنی این مبارزات را رو به سردی برده است. از آغاز این پیکارها سه کارمند ستادهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری کشته و یک تن دیگر زخم برداشتند که هرات بیشتر این رویدادها را گواه بوده است. سازمان ملل می گوید این رویدادها نگران کننده و غیر قابل پذیرش است. هدف قرار گرفتن کارمندان ستادهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری نگران کننده بود و من آن را نکوهش می کنم و از تکرار آن باید جلوگیری شود. همه چشم امید دوختند تا انتخابات پیشروی افغانها به وقت معین آن برگزار شود. آقای کوبیش تاکید دارد با وجود تلاش های چشمگیر برای برگزاری انتخابات بدور از تقلب بر یک بار حملات طالبانی در سال آینده، امیدوار نیست که انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به گونه شفاف و سرتاسری برگزار شود. من امیدوار نیستم که انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 به گونه شفاف برگزار شود، اما ما به همکاری های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. این مسئولیت برمیگردد به حکومت، نهادهای انتخاباتی و نامزدان ریاست جمهوری که برای شفافیت این روند ملی تلاش نمایند. تنها 54 روز دیگر به برگزاری 30مین انتخابات ریاست جمهوری افغان‌ها باقی است، اما تهدیدهای امنیتی هنوز هم بزرگترین چالش در برابر این روند خوانده شده است. تا حال گروه یا فرد مسئولیت حملات بر ستادهای انتخاباتی را بر عهده نگرفته است و حکومت نیز تا حال موفق به بازداشت عاملان این حملات نشده است. هفت روز از آغاز پیکارهای انتخاباتی می‌گذرد، اما تا هنوز بسیاری از نامزدان در برخی ولایت‌ها به مبارزات انتخاباتی آغاز نکردند. در شمال افغانستان تنها ولایت بلخ بازار گرم مبارزات انتخاباتی دارد و دیگر ولایت‌ها کمتر رنگ و بوی پیکارهای انتخاباتی می‌دهند. اما این روند برای کمیسیون مستقل انتخابات امیدوار کننده به نظر می‌رسد. نصرت پارسا این گزارش را تهیه کرده است. این روزهای سرد و پربرف زمستانی فرصت است برای پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری.
در این روزها باید نامزدان با ارائه برنامه‌هایشان از طریق نصب شعارها، عکس‌های انتخاباتی و سفر به ولایت‌ها در صدد جلب حمایت مردم باشند. دیده می‌شود تا هنوز بازار پیکارهای انتخاباتی مانند هوای پربرف زمستان در بسیاری از ولایت‌های کشور سرد است. در ولایت شمالی فاریاب تنها عکس و شعارهای انتخاباتی اشرف غنی احمدزی به چشم می‌خورد. جالب‌تر این که بسیاری از شهروندان فاریاب تا هنوز نمی‌دانند که کیها نامزد ریاست جمهوری اند. دفعه کمپاین نمیره شنیدگی داریم می‌بینیم که مثال وکیلای ما شکر نه عکسای کاندیدایشان از سرای هر چهارایا مثال در جادا زدن و یک آدم صحیح پدردار باشه که در افغانستان بذار عدالت صحیح کنه. در شمال افغانستان ولایتی که بیشتر بازارش رنگ و بوی مبارزات انتخاباتی به خود گرفته بلخ است. پوسترهایشان در تمام ساحات که ویسا بولایت بلخ و سولویشان نصب شده. نظر به سالها یا پنج سال پیش یا ده سال پیش که ما مشاهده میکنیم به نظر ما گرمتر و گرمتر پیش میره. از شمال به مرکز افغانستان میرویم. اینجا در غزنی هم از شعارهای انتخاباتی کمتر خبری شنیده میشود. هیچ کمپاین در اینجا وجود نداره. اگر به این منوال ازامه داشته باشه مردم چه قسم بفهمه که کی ها کاندید هستن و کی رای بتن. یک عکس دکتر اشرف غنی است که در غزنی معلوم میشه، دیگر هیچ عکس معلوم نمیشه. ما هیچ کاندیدای دیگر نمیشناسیم که کی هست، معلوم نشه که ما به کی رای بتن. در ولایت جنوبی قندهار نگاه ها بیشتر به پوسترهای انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی احمدزی و گوراغا شیرزی جلب میشود. کاندیدا از خمده ورشته نه چې اول دی خپل عکسونه مثلا مشته او مشلی چې موږ هغه ووینو کوم کاندید باید ځان لپاره انتخاب کو. کاندیدان باید خپل عکسونه په ګرد شهر کې مشلی. نامزدان ریاست جمهوری تا 13 حمل فرصت دارند برای جلب پشتیبانی مردم مبارزه سیاسی نمایند. مبارزه‌ای که به باور کمیسیون مستقل انتخابات آغاز خوبی دارد. بر اولین بار در تاریخ انتخابات افغانستان ما این بار شاهد جمع جوش مردم، اشتراک بلند مردم در سطح کمپاین انتخاباتی کاندیدا هستیم. هنوز در سطح مرکز است بیشتر تمرکز، حالا که با ولایت برم امیدوار هستیم که در سطح ولایات مردم و مو علاقه که نسبت به دموکراسی و انتخابات دارن او را باید نشان بدن. تا هنوز نامزدان در مورد این که چرا در بسیاری ولایت ها با پیکارهای انتخاباتی آغاز نکردند چیزی نگفتند، اما به نظر می رسد که سردی هوا و چالش‌های امنیتی هنوز تهدیدهای در برابر انتخاباتند. و خبر اخیر از کشور این که بنیاد بیات در ادامه کمک‌های فرهنگیش به نهادهای علمی کشور 1300 جلد کتاب را به دانشگاه بخلان کمک کرده است. سناتور انجینر احسان لابیات رئیس بنیاد بیات هنگام تسلیمی اسناد این کتاب‌ها به مسئولان دانشگاه بخلان گفته است بنیاد بیات آماده است تا نهادهای تحصیلی را در کشور همکاری کند که رساندن این کتاب‌ها از وعده‌های انجام شده این بنیاد است که به وزارت تحصیلات عالی داده بود. با این حال مسئولان و شمار از استادان دانشگاه بغلان کمک این تعداد کتاب را از سوی بنیاد بیات بزرگترین سرمایه به این نهاد می دانند. محمد زاکر نوری از بغلان گزارش می دهد. جنگ و ایرانی و غارت در چند دهه پیش، درست زمانی که یک قدرت بعد از قدرت دیگر حاکم شد، بسیاری از زیرساخت‌های مادی و معنوی مردم را به یغما برد که مواد آموزشی و تحقیقی دانشگاه‌های دولتی نیز در امان نماند. با این حال بنیاد بیات برای غنامندی بیشتر کتابخانه دانشگاه بغلان 1300 جلد کتاب را که شامل کتاب‌های ساینس، اجتماعیات، اسلام شناسی و موضوعات جدید روزند کمک کرد. سناتور انجینیر احسان الله بیات رئیس بنیاد بیات میگوید که این کتاب‌ها به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی تحریر شده است. البته این بسنده نخواد بود ما صحبتایی که با رئیس بود با رؤسای دانشگاه‌های مختلف داشتیم، اونا ضرورت خودم برای ما گفتن و انشاءالله در قسمت از اونا ما توجه خواهیم کرد که یک یا کتابخانه یا یک ساحه سبز ما خدمت از اینا در آینده در پروژه های بنیاد بیات زیر نظر بگیریم که باز ما ایره برات اونا انشاءالله ایمار خواهیم کرد. در این حال شماری از استادان دانشگاه بغلان میگویند که همکاری بنیاد بیات با کتابخانه دانشگاه بغلان مشکلاتی را که از نبود کتابهای علمی به وجود آمده بود حل ساخته است. اهمیتی داره که انسان با اندازش شده نمیتونه، یعنی نقش اساسی در
انکشاف و غنامندی تحصیل و محصلین در دانشگاه دارن. ما همیشه به مشکلات گرفتار بودیم، نمیتونستیم که موضوعات مختلف مخصوصا در بخش های ساینس و اعجاز علمی قرآن که چندین جلد کتاب آورده شده است که برای محصلین ما کارهای خانگی برشان بسپاریم، تحقیقات برشان بسپاریم، البته به خاطر نبود به اصطلاح کتب بود. قرار است بنیاد بیات بیش از 15,000 جلد کتاب دیگر را به سایر دانشگاه‌های دولتی در ولایت دیگر کشور کمک کند که پیش از این 4,000 جلد کتاب را به کتابخانه دانشگاه دولتی کابل کمک کرد. باز هم خوش آمدید. کار ایمار مجتمعی رهایشی و تجارتی حماسه امروز با حضور شماره زیادی از مقام‌های دولتی و سرمایه گذاران داخلی در شهر کابل آغاز شد. وزیر اقتصاد کشور میگوید سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که تبلیغات در مورد بدتر شدن اوضاع در سال 2014 بیمورد است. از سوی هم شهردار کابل از ایجاد سهولت در اخذ مجوز ساختمانی سخن می‌گوید. حمید صدیقی با شرح بیشتر. مجتمع رهایشی و تجارتی اماسه در بیش از 100,000 متر مربع با مارکت های تجارتی و سایر سهولت ها روز شنبه با حضور مقام های بلندپایه حکومتی در شمال میدان هوایی بین المللی کابل آغاز شد. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد کشور انگام آغاز کار این مجتمع گفت که چنین سرمایه گذاری ها تبلیغات در مورد سال 2014 را بیمورد می سازد و حکومت باید با ایجاد سهولت ها زمینه سرمایه گذاری های بیشتر را فراهم سازد. باید حل همه مفاسد مبارزه کنیم و عناصر فاسده که در نظام ما سبب بدنامی نظام ما شده باید از اداره خود دور بسازیم. از سوی هم شهردار کابل از ایجاد سهولت ها در بخش مجوز ساختمانی سخن میزند و والی کابل از توزیع زمین های زراعتی برای ایجاد شرک ها به گونه غیر قانونی انتقاد میکند. گرفتن مجوز ساختمان و اجازه سرمایه گذاری را در سطح یک فرم خلاصه کردیم که فعلا در حدود 19 امضا هست که باید گرفته شود. در چند کیلومتری بیرون شهر یک اندازه ظالمانه عمل میشه. اراضی زراعتی پیوسته و دوامدار به شهرک‌های خودسر تبدیل شده است. همچنان عبیدالله رامین عضو مجلس نمایندگان و یکی از سرمایه‌گذاران در مجتمع حماسه از حکومت می‌خواهد تا برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر توجه جدی کند. اگر فرصت هایی که است از این استفاده خوب کده بتانیم با دیپلماسی های کلان با دنیایی را که با هم زندگی می کنیم ما بتانیم این کمک های جامعه جهانی را بر کشورمان هنوز ایر زمینه هایش مساعد بسازیم. مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی و رئیس هیئت عامل اتاقای تجارت نیز سرمایه گذاری های بزرگ را برای رشد اقتصادی کشور مهم می خواند. مجتمع تجارتی و رهایشی حماسه یک قدم بسیار بزرگ در پایتخت در راستای ایجاد فرصت‌های کاری و ترویج یک فرهنگ جدیدی از شهرنشینی در افغانستان محسوب میشه. پروژه‌ای که امروز به خیر افتتاح شد یک پروژه بسیار مهم برای اقتصاد مملکت ماست. گفته می‌شود که میلیون‌ها دلار در مجتمع رهایشی و تجارتی حماسه سرمایه‌گذاری خواهد شد. و این هم قیمت بعضی از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 10 پول، یک یورو 77 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 30 پول. یک درهم امارات 15 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 531 افغانی. با سلام مجدد. ملی پوشان زیر 19 ساله کرکت افغانستان کابل را به مقصد امارات متحده عرب ترک گفتند. تیم ملی کرکت زیر 19 ساله افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی امروز رهسپار امارات میزبان این مسابقات شد. اعضای این تیم میگویند با اراده قویی که دارند قهرمان این مسابقات خواهند شد. شرح بیشتر در گزارشی از مریم حیدری. کرکت در کنار سایر رشته‌های ورزشی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و توانسته علاقه‌مندان زیادی را به خود جلب نماید. از جمله این دستاوردها می‌توان از راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به مسابقات جام جهانی 2015 نام برد.
حال اشتراک ملی پوشان زیر 19 سال کرکت که به میزبانی امارات متحده عرب برگزار می شود، یک بار دیگر امید قهرمانی را در دل مردم افغانستان زنده می کند. اما آیا این امیدها به باور خواهد رسید؟ اداره کرکت بورد افغانستان برای آمادگی های هم مسابقات ترتیبات بسیار خوبی داشته. یک ماه تقریبا تیم ما در پاکستان تمرین ها داشته و 9 مسابقات داشته. ما امیدوار هستم که این بار تیم زیر 19 ساله ما در مسابقات جهانی نظر به سالهای گذشته خوب بوده باشد. این بازیکنان که با آمادگی کامل راهی این مسابقات می شوند، امید به بازگشت با دستی پر از این مسابقات دارند. دلو بوده منگا تقریبا 15 روز ترنینگ کیم پلاور که پاکستان خار پلاور خار که پاکستان که منگا ترسره کو چیغه که منگا تقریبا اتنه لو بیو کړله او سره په فټنس باندې په بیټینګ او په بالینګ پارشه باندې کار وکړ. اول خو زه د کرکټ بورډ نډیره مننه کوم چې موږ ته دغه شپږ میاشتې نه شروع شروع کړی دا چې موږ تمرینات تی کیمپونه ولرو لرل او بیا په دې کرکټ پاره برخه کې موږ سره روزونکو مرسته وکړله او انشاءالله مدګیم ډیره ښه ده. افغانستان برای کسب عنوان قهرمانی این مسابقات در گروه بی با کشورهای بنگلادش، استرالیا و نامیبیا تقابل خواهد کرد. این سومین حضور ملی پوشان کرکت زیر 19 سال در این رقابت‌ها است که پیش از این در سال‌های 2010 و 2016 هیچ دستاوردی از این رقابت‌ها نداشتند. دیده شود که این بار افغانستان می‌تواند حریفان را غافلگیر بسازد یا خیر. 22مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی 2014 در میان تدابیر شدید امنیتی طی مراسم باشکوهی در شهر بندری سوچی روسیه در ساحل دریای سیاه شب گذشته افتتاح شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مراسم افتتاح این المپیک در ورزشگاه 40000 نفری فشت شهر سوچی گفت: امیدوارم برگزاری بازی‌های المپیک سوچی به کشورهای مختلف امکان دهد تا با نگاه جدیدی به روسیه بنگرند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز در این مراسم گفت: بازی‌های المپیک و پارالمپیک برای شناسایی بهترین ورزشکاران برگزار می‌شود و افزود: امیدوارم روح المپیک سراسر جهان را فرا بگیرد. در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک سوچی، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و رؤسای جمهور و نخست وزیران بیش از 40 کشور جهان و سران سازمان‌های بین‌المللی همچون بان کی مون دبیر کل سازمان ملل شرکت کردند. در بازی‌های المپیک زمستانی سوچی بیش از 2800 ورزشکار از 88 کشور جهان اشتراک دارند و در 15 رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در پایان روز نخست همین مسابقات سوچی، کاروان ورزشی هلند و نروژ هر کدام با کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز در جایگاه نخست ایستادند. در این روز استون کرامر از هلند در اسکیت سرعت مدال طلا گرفت و در همین رشته جان بلوسین از هلند و جوریج برکسما نیز برنز گرفتند. کاروان ورزشی نروژ نیز توسط مارتین بروگین در بخش اسکی صحرای بانوان مدال طلا گرفت. استال سانبیخ در رشته اسنوبورد مدال نقره گرفت و هدی وینگ نیز در بخش بانوان مدال برنز را به گردن آویخت. بعد از این دو کشور، آمریکا با کسب یک مدال طلا در جایگاه سوم ایستاده است. تنها مدال آمریکا توسط سوگه گودنسبورگ در رشته اسنوبورد به دست آمد. متشکرم از علی کاظمی و سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. خدا نگهدار. شب بخیر. اخبار این ساعت.